الو. آدم تو قفس شیر زندگی کنه خیلی احساس امنیتش بیشتره تا با این همسایا. خلاصه منصوری منو تو بد هچلی انداختی. آخه بذارید منم یک کلمه توضیح بدم قوامی. بگو. نه نگو، نمیخواد بگی. ببین من داره شارژ تلفنم تموم میشه. صبح که به مزی که از خواب بلند شدی با من تماس بگی. فعلا خدافظ. چشم. فعلا خدا حافظ. قوامی. فکر کردی آبا از آسیاب افتاده؟ میری و بر میگردی و میزنی و آخرش هم میخوری؟ آره؟ فکر کردی شهر هرت؟ آره؟ زود باش اسم دوستاتو بگو. اسم دوستاتو بگو زود باش. چیه از این کلاه پشمی روزات زدم که این موقع سرما نخوره؟ اسم دوستاتو بگو. بجون عمران اگه بتونی از من حرف بکشی. عمران؟ آره وقت دیگه داریم. چشم میگم بده من دیگر میدارم میگم. چشم اسم دوستاتو بگو. چشم میگم فقط یه کاغذ قلم بیاری که خدا نکردی کسی از قلم نیفته. آفر چشم آفر. نه دیگه میترسم نکنی کن. یه قلم و کاغذ برش بیاری. بجون بین یه بجان بید. بذارم قرصه های گلو پره پایین بعد بگو چرا لاغر نشدم. ستاییه. آره دیگه قرصه باید بخوری بعد یه ماه تغییر حس میکنی تو خودت. نه آقا جون شما تحت نظر دکتر انبارلویی دارین با... دیگه چی؟ من پولیپ دارم نمیدونم بخصی من مرض داری. چیه؟ صدا در نگم باش. ببینم این یاری که تو حیاته میشنسی خیلی مشکوکه. نمیدونم نه ببینم یواش سکه حیاته. ما با یه آدم معمولیه اومده خونه اجاره کنه. بچه جون اینا همش پوششه. بچه به بچه اینجا رو زیر نظر دارن. حتما اومدن قرصای منو بگیرن. گفتم این پکیج آخریه رو نیارم. خدا همونطور که همه تون میدونید آقا دده؟ بله مایی چی نمیدونید؟ برو بیرون بفهم. عرض میکرد همونطور که همه تون میدونید هدف ما دستگیری سامان انباندوییه، یکی از بزرگترین و باوشترین پخش کننده داروهای ماهواره‌ای. اسم این عملیات دستگیری گاو خشمگین. گاو بود یا ببر بود؟ دستگیری ببر خشمگین. ببر خشمگین. و ما برای این عملیات از تمام نیروهامون باید استفاده بکنیم. بله قربان. ببخشید قربان فکر نمی‌کنی یه مقدار تعدادمون زیاد باشه؟ دست بزنید براش. بس دیگه نمی‌خواد بزنه. خودت گیجی همه‌رم هم داره گیج می‌کنه. تو فکر می‌کنی من این موها رو تو آسیاب سفید کردم؟ نه. من اونو می‌شناسم شما اونو نمی‌شناسید. اون بسیار بسیار قدرتمنده. هر ضربش می‌تونه عینه یه گاو باشه. یه گاو از پا در بیاره. عینه یه گاو از پا در بیاره. عینه رو حس کن. گاو از پا در بیاره. از نانچیکو میتونه خیلی خوب استفاده کنه. یک تا پرنده هاش به نظر من حرف نداره. خلاصه گول چهره جذاب و بانمک اونو نخورید. اون بسیار قدرتمنده و ما برای دستگیری یک همچین آدمی از تمام نیرون اون یه غوله. غولم من یه غولم. کجا داری نگاه میکنی؟ ای گنده برک. بذار خیلی میخواستی هم باقاده تو هم چه چته تو رو؟ اینجا کجاست؟ من کیم؟ تو این بچه؟ این بچه؟ سر
اینا اومدن منو بگیرن، اینا به قدر داروهای من اومدن. موضوع خیلی پیچیده است، باید بفهمیم چه خبره بیرون. خیلی خوب، پس آفرین باشه، پس همین الان خونسردی خودتو حفظ کن، به دو دسته تقسیم میشیم، آلفا و بتا. خب آلفا میره به جنگشون، بتا میره بالا. کجا؟ اگه خونه محاصره باشه که هست، فرار عقب نشینی ما آتو میده دستش. نباید این کارو بکنیم، باید عادی بریم تو دلشون. عالیه عالیه، نقشت مولا درزش نمیده. خب برو، من رفتم. کجا؟ بابا من میرم کرم ضد ترس بیارم، بمالی به صورتت. بری ببن دهنی تو، خود لوسک و کرم بردم. من برم پوشک بزرگسال بیارم، یه سری آوردیم، پوشک رو میپوشیم، یه موقع وسط درگیری چیزی شد اون وقت بستی. پس من نقشه رو عملیاتو به گردن میگیرم. این دیگه چیه؟ این بابا علکیه، میگم رفتیم اونجا همراهمون باشی، دوتا تیر میخوره. بلش کن. خیلی خوب بایست. اونا در عباج گرفتن، حتما میخوان از پشت بوم حمله کنن. بدبخت شدیم، بیا خودمونو تسلیم کنیم. آخه شیرین عقل، اینو نزدی که سرعت عمل حال کردی؟ خیلی عادی رفتار کنم. من خوراکم این کاراست، فقط بذار من مذاکره کنم. سلام علیکم. خسته نباشید. سلام. شما ساکنه این ساختمان هستی؟ آقا چه قرصی چه کرمی، از آقایی اومدی میدونم، من برای مصرف خودمون میگیرم. من متوجه منظورتون نمیشم. بذاریم با مادر پیرم خداحافظی کنم میام. شما جایی رو میخواید تشریف ببرید؟ آره دیگه، آقایی میخواییم ببرینم، بگید دستم و دست. من آقایی نمیخوام برم. چه مامور آقایی نیستی؟ نه خیر. بله، یعنی که بنده در واقع این واحد پایین رو اجاره کردم برای دفتر کارم. بله بله. چی جاله؟ بله. یعنی شما بعد از من اومدین؟ بگه شما هم تازه تشریف آوردین اینجا؟ یعنی شما نمیدونی؟ متوجه منظورتون نمیشم. آقا من قرار نبود اینجا رو دیگه به دفتر اجاره ندن. البته ما یک دفتر کوچیک مراسم، یعنی برگزاری مراسم عزا و عروسی داریم اینجا. با صابخونه هم صحبت کردیم، از اونجایی که کار ما خیلی بی سر و صدا و کم حاشیه هستش. موسی و همکاران محترم، تشریف بیارید داخل، بفرمایید. ساکت. این چه وضعشه؟ اینجا ساختمون مسکونیه، داری شونشو در میاری؟ اینا اینجا چیکار میکنن؟ آقا تعدادی از همکاران اومدن برای تبریک دفتر جدید. دیگه به هر حال یه عده از همکارا هستن، اومدن برای تبریک و تهنیت و اینطور چیزا. آقا به هر حال امروز استثناست دیگه. آقای ورزید، تو این دفتر جدید اتاق منو گریه کنم محفوظه دیگه. یه قولی جان برای تمرین من درغک داده بودین. یعنی چی؟ بردیا مگه اینا رو توجیهشون نکردی؟ آقا منم بهشون گفتم جا نداریم، اینا گوش ندادن. آقا جان خجالت بکشین، من هنوز اساس نچیدم اینجا، بعد شما دارین دنبال اتاق میگردین. بفرمایید آقا، بفرمایید، برشون دار ببرشون. باشه آقا چشم. دوستان
همکاران محترم، تبریکاتونو که گفتین از همون سر گریه کنا تشریف ببرین. بفرمایید. خیلی خوش. بفرمایید. اون درم ببند. درم ببندین. آقا میگن درو ببند. بعد خدمتتون عرض می‌کردم. ببند. می‌خواستم بگم که دهنتو گفت دهنتو ببند. خب دیدین که کار ما خیلی بی سر صدا و کم رفت. تو هم ببند. دهنمونو ببند. سلام. وای مردم. خوبین؟ پای چه خبر بود؟ پای نمیدونم فیروز خانم. ما که از صبح تا شب تو مغازه داریم خاک میخوریم. چی رو دیدیم که این دومیش باشه؟ بله. خسته، گرسنه. بله. تشنه. بله. بله. فیروز خانم ببخشید. من عذر میخوام، شما بزرگ مایی، من جسارت نمی کنم. اصلا این صبحانه آماده است؟ صبحانه؟ بله بله آماده است. بفرمایید داخل. با جهان میل کنید. بفرمایید. همه چی هم تازه هست توی یخچال. سرشیر تازه، دیگه مربا، کره، پنیر، همه چی هست. تشریف ببرید داخل. بله ببخشید، بازم جسارت ها شما بزرگ مایی. خاگینه من چطور؟ اونم آماده است؟ خاگینه شما؟ بله. نه خیر، ببخشید. آماده نیست. نه نه. ببخشید جسارت ها، پس چرا میگید همه چی آماده است؟ شما نمیدونید من عادت دارم سه‌شنبه با خاگینه بخورم؟ بله بله، بفرمایید داخل. به جهان بگید براتون درست کنم. بفرمایید. بله، خیلی ممنون. با اجازتون. خیلی محبت کردید. خواهش میکنم. خدا حافظ. خواهش میکنم. نه شما چیزی گفتی؟ نه خیلی، تشریف داشته باشید. خوبه شما؟ خیلی خوشحال شدم. بازم تشریف بیایید از این برام. خواهش میکنم. شما بزرگ مایید. ببخشید مزاحمتون شدم. نه خواهش میکنم، تشریف بیایید. خدا حافظ. باشه، چون شما اصرار دارین من به عنوان نماینده تون میرم صحبت میکنم. ببخشید آقا سامان، کی اصرار کرد که شما نماینده ما بشین؟ من اینقدر کارتون بدم میاد آقا سامان. یعنی بهتر از شما پیدا نمیشه توی ساختمون. ببخشید شیکر میونه کلام بهتون، من میگم سرای خانم رفت غذا رو سر بزنه، یه وقت ناراحت نشه ما جلسه رو شروع کردیم. به تو چه؟ با من هماهنگه. چی با شما نیست؟ ببند دهنتو. من ببندم دهنمو؟ بس من ببندم. آره دیگه، همینجوری حرف میزنه. آقا جون حواسمون به واحد فرشید بود، آقای قوامی برای نسبت افعی اومدن اومدن خزیدن رفتن تو خونهشون، ولی من از اینا دیگه نمیگذرم، نمیذارم همینجوری راحت بیان توی ساختمون. خب حالا میفرمایید چیکار کنیم؟ ببخشید من که با اینکه به این یارو خیلی مشکوکم، ولی اگر قرارداد داشته باشه به نظر من باید به عنوان همسایه جدید بپذیریم. اون بر که اینجوری بود، آقای اینجا رو من نمیدونم چجوریه. بپذیریم؟ اون بر باز حرف اون بر زد. اون بر چه همسایه هایی داشتیم، چه مروبی هایی داشتیم. یه بار بهت گفتم. چیو؟ دهنی تو ببند. آقا چرا داری اینقدر گیج بازی در میاری؟ آقا یه ذره برنج پاکستانی و هندی با هم دیگه 60 به 40 قاطی می‌کنی، یک هفته است هم برنج ایرانی عطری می‌ریزی توش میشه ایرانی است. تموم شده رفت دیگه، انقدر گیج بازی نداره که. نه اسم خارجی کدومه؟ اسم خارجی نه، اسم ایرانی بذار روش. آره دیگه، بالاخره ما هم برای پیشرفت کشاورزی مملکت اون باید یه قدمی برداریم دیگه. میدونم رو میدونم. باش خداحافظ. چیه؟ نگاه نکن. اینا خیلی دارن نگاه میکنن، فکر کنم منو شناختن. نگاه نکن تا بره اون جلو. آها اتوانم هم دوتا فیلم پوتا مسخراتو دیدم. آره ببین چیه؟ با هر قضیه شوخی میکنه. باشه آروم بغضتو بخور. ببین اصلا بذار هر جوری دوست داره نگاه بکنه، یه جوری قرارداد بسن مولا درزش نمیره. راحت باش. اگه من تیپم خوب نبود که الان اینجوری نگاه نمی‌کردم. خودتو داری میگی؟ نه شما الان پلیسا رو بنده بیرون. به هر حال ما باید بهشون تذکر بدیم که اینجا برای کارهای پر رفت آمد نیستش. مسکونیه اینجا. بله بله. اوه اومدن. بله. سلام عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیزم. سلام.
جناب برزی، همسایه محترم، همسایه محترم، آقای برزی. برزی هستم. به. خیلی خوشنود شدم از زیارت شما همسایگان عزیزم. ما هم. منم که همتون میشناسین دیگه. نه با کی؟ من بردیا پیتور هستم. پیتور کیه؟ ببینید. نفهم. جای زبون تو دهنت نگارش داری؟ برو این تلفن ها رو جواب بده. آره. برو تلفن رو. فقط کار مهم داشتم به من بگو. یه گپی با همسایگانم بزنم. بفرمایید. خب شما ظاهرا اینجا رو برای کار انتخاب کردین. بله؟ کار که چه عرض کنم، بنده یک مؤسسه عزا و عروسی دارم. فقط همین. آقا این ITC فوتبالیست افریقایی فکس نشده شاکی، رئیس قبیلشون شاکی، نگران شاکی. آقا بهت که گفتم فقط کارای مهم رو بگو. بودو نخیلی برو باری کرد. جناب برزی، برزی هست. بله آقای برزی، شما تو کار فوتبالی؟ شغلم نیست ولی خب به هر حال من برادرم بازی میکنه حرفه‌ای فوتبال. بله. کجا بازی میکنن؟ تو لیگ بهتر. دیگه البته سامان جان جدی گفتم. بله گرفتم. البته خب میدونید کار بنده خب بعضی اوقات تو کار فوتبال از جابجایی بازیکنان محروم از کشورهای محروم به کشورهای دیگه. نه از تیمای پای به. نه من مادرم اجازه نمیده جابجا بشه برادرم. من اونجا باید جان. بله. آقا از کمپه، از کمپه. ببینید از کمپ تیم ملی با بنده تماس میگیرن. نه از کمپ ترک اعتیاده. دو تا از اون مریضا مثل اینکه گویا فرار کردن. بگو حالا بعدا من باهاشون صحبت میکنم. نه بعدن باهاشون صحبت میکنم. بنده اجازه فرار کنن گفتن مثل اینکه تهدید به مرگ کردن شما رو. گفتن گویا هر موقع اومدن زنگ بزنه یه تک سنگ به ما بزنه که باهاشون صحبت میکنم، هماهنگشون میکنم. شما بفرمایید تشریف ببینم. یعنی این دو تا قاتل تو راه اینجا؟ نخیر اصلا نگران نباشید، اینا آدرس دفتر قبلی بنده رو دارن، اصلا به اینجا کاری ندارن. میدید بنده یه کمپ زدم برای نجات جوونا. میدید تا خرتناق دستم تو کارهای خیلی. یه دهنی تو ببند. میدونی هیچ چش داشتی با. صبر کن ببینم شما بعدن همین کارا رو میخواهید از اینجا انجام بدی؟ نخیر، هر کاری جای خود داره. اینجا جای خود داره، اونجا هم جای خودش داره. اصلا شما نگران نباشید. آقا ببخشید این ترخیص کاره. این دیگه چی کار واجب داره؟ کار واجب. چیکارم؟ اون دو تا فیلی که یه جفت فیلی که برای چیز خریده بودین، سیرک جلیل کلاغ خریده بودیم، میگن بفرستیم اینجا یا بدیم بره سیرک. بگو یه جورایی بفرستنش اینجا، بعد با پیک میفرستیمش دوباره همونجا. همینجا بگم اینو میخوای با پیک اینجا بفرستی؟ نه میفرستمش. کار خرابی کنه تمام اینجا جنگ کثیف میشه. اینجا به هر حال خوب پولی لازم داره. نه میفرستمش سیرک. اصلا شما نگران نباشید. ارجو سلام میدونی سیر شهده امروزی همسایه جدید برامون اومده، باز دوباره ساختمون داره شلوغ میشه. بابز شلوغ بشه، مردم این محل همه خونگرم و صمیمی هن، خیلی سریع با همه اخت میشه. به قول آقا محمود مژه هاشونو فرش سر راه مهمون میکنن. حالیته آقا یقشو بل کنی آقا رو بیار اینجا، من دو کلمه مؤدبانه باهاش صحبت کنم. هر که انسان میشه بذارش به اون درخ. آقای قوامی من واقعا از شما سپاسگزارم، میخواید با من صحبت کنید؟ مگه جنازه برات بشه اساس بیاری توی خونه؟ این آقا راست میگه، این آقا رو کم داشت، این فیلم میخواد بیاری توی خونه. با من دارم ازت طرفداری میکنم. من رو دهنه تو اون قضیه که منتفی شد آقای قوامی. ببین من از جوانای نسل دهه 40 ام، من نمیتونی بپیچونی. آقا شما نسل جوان دهه 40، من نسل جوان دهه 90. یقه رو ولکن این چیکار میخوام بکنم این وسط؟ یقه رو ولکن این جرات داری؟ یقه شو ولکن این چیکار میکنی؟ آقا من از شما خواهش میکنم. آب چی کی؟ آقا من از شما تمنا میکنم. شلوغ پلوغ نه، همسایان دارن کمکم میکنن. آره سلام چش، سلام میرسونم. همسایه هم سلام میرسونم. میدونم چش. پنج تا ترکوندی. پنج تا سه تا به بالا زرا. باشه باری کله. باش اول تو قد. اول تو قد کن. باش کن دیگه. آقا خواهش میکنم. آقا مرزی جان با من کار داشتی، من اونجا تو سایه هستم. تو چرا نمیای کمکم بکنی؟ کمک میکنم. آقا یه هنری و فرهیخته‌ای مثل من که نمیاد از این کارو بکنه. بالاخره اون از من میخوای دیگه. نزن آقا. نزن.
با منه، با منه. چه خبره؟ چرا دعوا میکنین؟ چی شده؟ سلام سورای خانم. شما خجالت نمیکشین جلوی زن و بچه اینی سگ و گربه افتادی تو جونم دیگه؟ متفرکشین؟ شکلتو درست کن پسر جون، شکلتو چرا اینجوری کردی؟ درست کن صورتو، برو درو باز کن. بله سلام جون. سلام. سلام. اصلا شو بفهمید آخه؟ من مجوز ورود ندارم. خب چی کاری اتاس من برمیاد؟ خب نه اشکال نداره بفهمید. مجوزم میخواد. چیزی شده؟ طبق گزارشی که به ما دادن بله اینجا دعوا درگیری رخ داده. نه نه یه مشاجره کوچیکه در حد لفظی بود همسایگی که حل شد رفت. ولی همسایه ها دستتون شاکی بودن. اوه شاکی. شاکی. مثلا ببخش لحظه بیه بهتر از اونی که مو نداره اون سه تا بودن. ببینم همه روزی یه علامت میزنن، تو هر یه روب یه علامت میکشی؟ این دفعه میزنم تو دهن پرخونده. اونایی که روزی یه علامت میزنن مبتدی هم، برای من که تو فاز فرارم یه روب یه بار علامت میزنم که بفهمم زمان کجاست ما کجاییم. بابا به یه حرفی میزنم، این کسی میتونه این زندون فرار کنه مگه؟ این چه حرفیه تو میزنی؟ آخه دست تو بابا. آره اینو بدونی دیواره هیچ زندونی اونقدر بلند نیست که برای تا آخر عمرش بتونه تو خونه خواهیت نگه داره، یعنی تو خودش. اینجا همونجوریه، من نقشه فرار زندانو دارم. فرمت برم میتونه بگی نقشه کجاست؟ این پشت رو پشتم خالکوبی کردم، پسی گردنه تا پایینجه کمرم، این تن کمرم. ایوان میشه اینو من نشون بدی؟ او تو عقل نهلی، اینجا پر نامحرمه، بعدن بچون تو میدم. یعنی شما با این سوسول موسولا دعواز شده؟ این حرف آخر تو نشیده میگیرم، بزن درش پر خونچه. این اصلا حریف تمرینی منم نیستم بابا. ما باید حواسمون جمع باشیم. اگه بفهمم من کیم؟ اگه بفهمم چی شمایی سید کردن که تا آخر عمر من باید اینجا بمونم؟ تو آدم چی هستی؟ من تو رو میکشم جوان بده بده بکنی اقلا جخن بکن به شمایی شمایی داره بود اصلا تو شمایی من بگو آقا داداش اینجا سرسده نکن اگه من سرسده بکنی برو تو انفرادی میخوام راه استراحت کنی با راست میگه دیگه هستی راست کردم این درسته من احمقو بگو بلند شده اومدم مثلا یه محل بالاتر یه ذره با کلاس سر باشیم. همسایه قبلیم عاشقم بوده، چهار تا خیابون دنبالم دویدن، هی میگفتن برزی نرو برزی دلمون برات تنگ میشه. منم گفتم میدونم دل منم برات تنگ میشه. من از شما شکایت میکنم آقای عزیز، شما حرمت یک کاسب محترم رو نگه نداشتید، حتی حرمت این دوتا تار موی سفید منم نگه نداشتید. من اگه جای شما بودم اصلا آشنایی نمیدادم. قضیه من با شما فرق میکنه، خودت قاطی من نکن. میدونم همه رو میدونم. من بیچاره باید یک عمر تنم بلرزه افسوس بخورم که چرا یه زمانی با چند تا کل گنده و گردن کلوف نشست و برخواست داشتم. 95 96 97 98 99 100 آ پرتغالش خالصه؟ نه خیلی قربان، خیالتون راحت باشه، همون جوریه که دستون فرمیده بودیم. برو پدر سوخته
بنده نوازی بفرمایید. این سر من چیکار کنم که آبروم تو محل رفته، همه مثل یه قهرمان بهم نگاه میکردن. اینجوری بود. بچه نمیاد تصاویرش. خدا انقدر آبروم بردن دیگه هیچ تصویری نموند. شما سه نفر، شما دوتا با تو بلند شو سر بیاییم بالا، چون سربان کارتون داره. چشم الان میام خدمتتون. پسست قوامی، قانون زندان یاد نره به هیچ وجه. نه تو منو بفروش نه من حرفیت تو میزنم، مطمئن باش. جام سربان گوش بدی حرف منو، به جور خودم راست میگم. من اصلا اهل دعوا نیستم. این دست من گرفته میگه بیا دعوا کن. من تا حالا کلانتری نیومدم، تا حالا پلیس هم نزدیک نیده بودم. نه شما پیرود اینجا نبودی. من تو حاکرم نهید دیگه حرف نمیزم، جی به ضررمه. آقای قوامی شما بگو برای چی دعوا کردی؟ منو نگو بیخیال شو. کسی با تو کار نداره، با من کار دارم. جناب سربان دیگه حاشیه نرید. از کی دارید رد منو میزنید؟ ببخشید مگه شما کی هستی که ما بخوام رد بشم رو بدانیم؟ جناب سربان بازی دیگه تموم شده. من کسرا قوامی هستم، همون جایی که بالا. آقا این کارا چیه میکنی؟ به من بگیم اونه کی باقی بعدی درگیر شده؟ من حبس کشیدم نمیتونم تحمل کنم. من نگو ایشون جان سرما جفتشون بودن. نه ایشون بود. نه جفتشون بودن. خیلی هم حساب شده عمل کردن. ایشون جلو هم نمیکرد، ایشون هم از عقب. حرمت این موه سفید من هم نگرده بشه. قربان وکیل آقای برزی همین الان بود. بگو بیان داخل. سلام نگاه کن، یکی از یکی کار کشته تر. اینا وکیل منن. کامران اومد. سلام. نه اون مهرانه، اون یکی کیوان. من فکر وکیل من از خیلی شبیه هم. حالا این تو موندنیش وکیل یه رفتنی. خیلی خوب شما تشریف داشته باشین تا من مطالعه کنم پروندهتون رو بهتون میگم. جناب سروان دارم پرونده سازی میکنن، معلومه. قربان وکیل آقای قوامی هم همین علامه. بگو بیان تو. این دیگه وکیل منه. بفرم. سلام سکرم قربان. قوامی عزیز. وکیلم که میگفتی همین بود؟ نه من فکر کنم وکیل آقا قوامیه، اونا فکر کنم وکیل من. بولو قیافهشو نخور، ببین چه دفاعی بود. ببین اگه خوب دفاع کرد من نصف پولشو بدم. حرف نزن. واقعا؟ من خودم یه چیزایی حد زده بودم. میتونید ببریدشون. آزارید، میتونید برید. دست شما درد نکنه آقا، من نصف پولشو میدم. دست درد نکنه با عزت. یه لحظه فقط بهتون بگم این آقا قراردادشون قانونیه، نمیده مانع اسباب کشیشون بشید. چش برید. چم سرم اون درخش این بگیم کرونده منو بدم شلوارم میفته. بله برو بگی برو. بردیا گرفتی کپیدی تو این موقعیت؟ نه من نکپیدی. وقتی دارم بهت میگم کپیدی بگو کپیدم. چرا؟ خب نکپیدی بودم. پس داشتی چیکار میکردی؟ راستش بخوای یه مقدار کپیده بودم. آخه من چه استرس داشتی، منم استرس گرفتم. این هنرمندام که میدونی چه روحیه‌ای دارن. نشستم یهو اصلا کی اومدی بیرون؟ یه بلایی سرت بیارم که مرغای آسمون سه بار نه 9 بار به حالت گریه بکنن. آخ چرا؟ اگه آقا جون
عکس کی؟ آقا جون خب ببین الان من پیدا میکنم، من مشکلی نداره. عکس آقا جون بعد بیاد. اتفاق خوشبختانه من همه کارتون ها رو لیبل زدم، همه چی مشخصه کجاست. بذار من الان یه دقیقه پیداش میکنم. اونجا نیست. اونجا نیست. خب بذار من الان. نه. چند شما بگیه دارم؟ نبیش آه کاسی ها بروبین کاره آه بازم خوش یه اجاز بزی گذاشته بودن؟ بزی تو باشته بودن؟ بزی اون برو ببینم. آقا جون، آقا جون دیدی چطور این داغ دارم تو زندون؟ ای خدا گرمم شده بود. چقدر بامزه شدی؟ نه بامزه نیست، پند آموز آبجی. گوش کن، از زندان که میخواستم آزاد بشم همه زندونی ها اومدن واسم گل ریزون کردن، هی میریختن، هی من جمع میکردم. گل میریختن؟ نه گل نه، با پوله اصطلاحه، پول میریختن من جمع میکردم روشونه دو تا از همزلولیام، نه چهار، نه پنج نفر بودن، ما شیشتا همیشه با هم بودیم، پنج تاشون سوار شدم تا سر زندان، تا تای کلی دور من آورد. تو کلا سرجم رفته برگشت یک ساعت بازداشت بودی، داری دو ساعت از خاطرات زندان تعریف میکنی؟ نه داداش، من توی یه ساعت 12 روز زندانی کشیدم. راست میگه مادر، یه خود آرامش خودتو حفظ کن، یه نفسی تازه کن، قربونت برم. میدونی چرا مامان قرف میزنم؟ میدونی؟ جانم به خاطر اینکه تو انفرادی بودم، انفرادی خیلی سخت بود، با هیچ کس نمیتونستم حرف بزنم، فقط یه موش از سخت داشت رد میشد افتاد زمین، اومدم باید صحبت کنم گوش رفت. موش؟ آره میدونی چرا رفت؟ به خاطر اینکه انفرادی سخته. چیزه آقا سما، شما گفتین موش، من یاد این همسایه جدید افتادم، آخرش تونستین جلوشو بگیرین؟ نه آبجی، دیدم اینا قرارداد دارن، کاریش نمیشه کرد. چی؟ ببین ما که بیرونشون نمیتونیم بکنیم که ها، عوضش سما تو میتونی ازشون استفاده کنی. آ چه استفاده، اینا باید بیبیلی بیو بشه. آقا یارو دستیارش میگفت مثل اینکه این آدم گنده یه، تو همه کاری دست داره، آشنا داره. نه بابا آره این دستیارشون همه جا آشنا داره، همه جا با اینجوری شدیم. من برم ورزش کنم، موقع ورزشم. خداحافظ شما، دست شما درم. بودونه بچم برم، از که ایت حالا ورزش کار شد. وای من فکر زندان عوضش شده نه؟ راست میگه، راست. بفرمایید شدید. برزی، برزی، آقای برزی. میدونم که از دست من خیلی ناراحتی. اجازه بدید، گذشته ها گذشته. بگیرش. این مال توست برزی. کاکتوس توی آفریقا به معنای رفاقت بیشتره. وقتی مادر من به من گفت که بد برخورد کردم، متوجه شدم که آقای برزی باید برای عذرخواهی خدمتتون برسم. بگیر بابا، این کاکتوس بده که چوی اصلا یارو شاکیه. خاک زیر پاتم، زیر خاک پاتم داش، مثل برادر کوچیکترت میمونیم، نگاه کن پشیمونم، خیلی دیگه پشیمون. آش آقا برزی، اینو بسته ها بردم فیلم، میدونی نشونه چیه؟ نشونه سنگینی رفاقته. این مامانم ببینه بیچارم میکنه که هبا با اینجوری هم صحبت کردن خوب نیست که. بله آقا، مخلص شمایی، چاکر شمایی آقا برزی، شکر شما. این قرمه سبزی آوردم خدمتتون، بوش تو ساختمون پیچیده بود، گفتم که شما ما رو چی ببخشید. ممنون شما هستم، قربون شما برم، مخلص شما. شکر آقا ورزی. جون آقا ورزی، من پشیمونم، اینو بخوریم حتما با هم آشتی بکنیم، عالیه. باز چی شده قوامیم؟ باز چی شده؟ بابا من با بودن این آدم تو این ساتور مشکل دارم. چه مشکلی داری عزیزم؟ رفت آمد زیاده، رفت آمد تو ساختمونم وقتی زیاد بشه تو نمیتونی دوست از دشمن تشخیص بدی. اذیتم نکن قوامی، دشمن کدومه؟ شما امروز در کمترین ملاحظه کردید که هیچ کس با شما کاری نداره، قربونت برم. اتفاقا امروز مطمئن شدم که خیلی بیشتر از اونی که فکرش میکردم تحت نظرم.
من اگه اونجا نگرم میداشتم که فایده ای نداشتم. منظوری حواست کجاست؟ منو آزاد کرده که مدارک بیشتری جمع بکنن. عذیت هم نکن. عذیت هم نکن قربونتو برم. ببینم مگه من وکیل تو نیستم ها؟ نه. تو مجبوری که با بزدی کنار بیای. چرا؟ چرا؟ چون آدم خیلی گنده ایه. وکیلاش به من گفتن دست به هر کاری زده موفق بوده. ببینم قوامی جان، مگه شما دنبال سرمایه گذاری و پول نیستی؟ پس مجبوری با این کنار بیایی دوست بشی تا موفق بشی. شنیدی؟ حرف من وکیل دلسوزو گوش کن. شنیدی قوامی جان؟ قوامی؟ 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 اذیتم نکن قوامی. کجا رفتی؟ قوامی؟ آقا دیگه تو این شرکت باید بهتره کنی. من اگه دنبال هنر و شخصیت نبودم دوست داشتم مثل شما یه آدم گنده پول درار باشم. این منتهی الی آرزوی منه. وای اگه من همچین شرکتی داشتم چی میشد؟ بردیا بیا اینجا. جان بردیا بیا اینجا. جان بیا. خدا رحمتش کنه. ایراد نست اشکال نست. بیا بیا اینو بگیر. چیو بگیرم؟ این 50 تا پوله، برو بده به این کارگرا. همینجوری علی که اینجا علاقه این هستن. آه اسباب کشا؟ آره آه اسباب کشا. خب برو بالکش برو. آفرین. پدر این چه رفتاری شما با من میکنی؟ ده هر اتفاقی میفته شما قهر میکنی رو تو میکنی اونور ابرو میندازی بالا بالا. ده شما که میدونی سر من شلوغه حالا. ببین دفتر جدید اجاره کردم، ببین چه دستک و دنبکی را انداختم، قول داده بودم پول دار بشم شدم. میدونم پدر بخند نکنی دیگه من ناراحت میشم. حرف نزد واقعا که تو خجالت نمی کشی با یه هیکل گندت با یه سری فالگوش؟ چه خجالتی؟ مواظب باش رنگی نشی. این در رو رنگ کردن مامم چسبیده به در. اومدی خودشیرینی؟ هره؟ چه خودشیرینی؟ پس این چیه؟ غذاست. مامم کنده شد چسبید به در. این آوردم اگه حرف حالیش نشد محکم بکوبم سرش. شما چی؟ گل آوردی؟ اومدی استقبال؟ تابلو حرف مخ نزد. این یه چیز بود توی حیات افتاده بود و این وسایلی کسی نیفتنی از را پله اومدی حیات اومد. به من اون دهنه تو. پدر پدر ای بابا پدر پدر نکنه ناراحتیت به خاطر همسایه هاست. همسایه ها؟ ای بابا میدونم همه رو میدونم. اونا رو که دومشون پدر من شرمندم ببخشید. اونا رو که دومشون رو چیدم که پدر جون هیچ وقت خود نمایی نکن. همیشه اینه کف دست صاف باش. من خود نمایی میکنم یا تو میخوای گل بدی بهش؟ من میخوام تکلیفم رو این روشن کنم. کی میتونه باشه؟ کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه. بلی صدا عجب صدایی داری داداش منم بدونم میز میزنم با